مسجد و مدرسه مشیر السلطنه سال 1308 هجری قمری به دستور و هزینه میرزا احمد خان مشیر السلطنه انجام شده، تحت نظر و اشراف حضرت آیت الله شیخ فضل الله نوری که وقف نامه اینجا هم شیخ فضل الله نوری تنظیم کرده و گوشه وقف نامه پاراف کرده که بنده این وقف نامه رو تنظیم کردم. سال 1319 به اتمام رسیده مسجد و مدرسه. سال 1321 ساعت نصب شده که معروف اینجا به مسجد ساعت مشیر و سلطنه، اما اسم اصلی مسجد مسجد الاقصا گذاشتن و نوع ساختش هم سعی کردن رو همون ساخت الگوبرداری هم مسجد الاقصای فلسطین باشه. اصلا اینجا رو میرزا احمد خان مشیر و سلطنه زمانی که شروع کرد به ساخت آقای شیخ فضل الله نوری نام نهاد به نام مسجد و مدرسه میمونه اقصا، مسجد و مدرسه الاقصا. بعد معروف شد به مسجد مشیر السلطنه و ساعت مشیر السلطنه. تو میرزا احمد خان مشیر السلطنه بانی اینجا بود، زمان مظفرالدین شاه وزیر خزانه داری و بیوتاد بود و اولادی هم از خودش نداشت. به همین دلیل اومد شروع کرد ساخت مسجد و یه وقفیاتی گذاشت برای مسجد و مدرسه. تو وقفنامش هم زده مشتمل است بر 9 حجره که در هر حجره 2 طلبه یا به صلاح دید امنا 1 طلبه، اون چیزی که امنا صلاح میدونن، و تدریس و درس هم از اول اینجا برقرار بوده. یه سری میراث فرهنگی اومد یه کارهایی انجام بده که نیمه کاره گذاشت. بعضی جاها هم که حالا بعد خودتون ملاحظه میفرمایید مثل ساعت و اینا رو که یه مقدارش رو به هم ریخت، نتونست جمع کنه درست کنه. الان امام جماعت و هیئت امنای وقت شروع کردن به ترمیم و مرمت با کمک البته یه مقدار خیلی کمی هم شهرداری، شروع کردن یه کارهایی انجام بدن انشالله. مسجد ساعت نام معروف تریه برای این بنای تاریخی، بنایی که سال 1321 قمری توسط مشیر السلطنه بنا شد. کسی که وزیر خزانه مظفرالدین شاه و بعداً نخست وزیر دوره محمد علی شاه قاجار بود، نامش در زیر ساعت مسجد هم حک شده. بالای ساعت نقش شده که در زمان در عهد سلطان عادل کامکار مظفرالدین شاه قاجار خلدلا و ملکه حسب الفرمایش جناب مستطاب اشرف افخم مشیر السلطنه وزیر خزانه داری و بیوتاد داماد ذله العالی به اتمام پذیرفت سنه 1321. 3 سال 4 سال پیش هم از طرف دستگاه متولی اومدن برای مرمت و بازسازی که اومدن یه دستی زدن و یه مقدار کارهایی که اساسی نکردن، فایبر گلاس و اینا دور ساعت کار کردن که الان یه مقدارش ور اومده و کنده شده و ستون اصلی بالای ساعت یه مقدار کج شده، متمایل به راست شده. اینا رو برداشتن دست دادن به هم زدن، نتونستن هم جمعش کنن درستش کنن، به این صورت ولش کردن که الان میبینید در اثر آب و بارون و نافدونی که نصب کردن درست تهویه نشده، نصب نشده، اینا ریزش کرده. یه چند بار هم شهرداری اومد برای بازسازی مرمت موقتی که نورپردازی کردن و به طور نیمه کاره ولش کردن تا بیان دوباره انجام بدن. اما با مذاکراتی که شد با آقای ساعتچی حدود 6 سال پیش نگاه کردن ساعت رو دیدن و ایشون گفتن به عنوان کارشناس که این قطعات این ساعت سر جاشه، قطعات گم نشده، از بین نرفته، بعضی ها شکسته. به مرور زمان حدود 100 سال این ساعت اون بالا بوده، آب و بارون و آفتاب و دورش باز بوده و رسیدگی هایی که نشده. گفتم من میتونم قطعاتشو نصب کنم و میتونم اینجا رو راه بندازم، همون جور که نمونه این ساعت کاخ گلستان یا شمس الاماره بود که آقای ساعتچی مرمت کردن و راه انداختن. گفتن اینجا رو میتونم که الان مقداری کسالت داره، نتونستن. شهرداری شروع کرده، اومده کارشناس آورده، فعلا یه بررسیایی کرده تا بیاد اقدام اساسی کنه. البته این ساعت اون زمان رو زندگی مردم یه نقش اساسی داشت. با این ساعت ما رمضون از خواب پا میشدن سحر، افطار میکردن، سر کار میرفتن. ساختمونا نبود، خیابونا شلوغ نبود، صدای این ساعت اونجوری که قدیمی ها میگفتن شرق و غرب با این ساعت بلند میشدن میخوابیدن شروع به کار میکردن اتمام کار، صدای زنگ این ساعت خیلی مؤثر بوده در زندگی های اون موقع. اما الان دیگه نه، با وجود این ساختمونا و صدا و شلوغی و اینا زنگ ساعت همچین تأثیری در زندگی مردم نداره. اما با توجه به چیزی که الان داریم میبینیم به نظر میرسه که بخشای از مسجد به مرمت فوری و اضطراری نیاز دارن، بخشهایی مثل سردرهایی که تبله زدن، حتی کاشی ها جلو اومدن، و البته با توجه به این که
طبقه پایین بخش شبستان مسجد رو دارن مرمت میکنن، هرچند به گفته هیئت امنای مسجد مرمتی که داره انجام میشه زیاد نظارتی میراث فرهنگی روش نداره. البته شهرداری در طول چند ماه گذشته اعلام کرد که قرار هست از شهریور ماه مرمت هایی رو روی مسجد شروع بکنه، ولی مشخص نیست چند درصد از این مرمت ها با توجه به ضوابط و قوانین میراث فرهنگی دارن انجام میشن. البته در پشت بام مسجد هم به نظر میرسه یک سازه جدیدی هرچند کوچک در حال ساختن هستش، روی بنای قاجاری که تا الان مردم و خود متولیان مسجد تلاش داشتن برای حفاظت اون.